تعداد روزهای اعضای عمومی و تعطیل برای سقوط بالگرد رئیس شنپور اعلام شد با ما همراه باشید آخرین اخبار روی مروری انجام میدیم و تصاویری هم از انتقال پیکر رئیسی و همراهان به معراج شهدای تبریز با هم تماشا میکنیم تا پایان این ویدیو رو با ما باشید سلام دوستان به کانال هاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشید رئیس جمعیت هلال احمر با اعلام پایان عملیات جستجو و تفحص تیم‌های امدادی در سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و شهادت ایشان و همراهانش گفت پیکر شهدا به معراج شهدای تبریز منتقل شده حسین کولیون روز دوشنبه اظهار داشتش که عملیات جستجو به پایان رسیده و گروه های امدادی در حال انتقال پیکر شهدا به آمبولانس هستیم با توجه به صعب العبور بودن محل حادثه که یه جنگل کوهستانی هست و خیلی سخت میشه به محل حادثه دسترسی پیدا کرد امدادگران دارن به سختی این کار رو انجام میدن بعدش هم قراره که با آمبولانس به نزدیکترین شهر انتقال داده بشه و از اونجا هم به معراج شهدای تبریز رئیس جمهور اصر یک شنبه سی اردی بهش ما در مسیر بازگشت مراسم افتتاح صد قیزغلسی به سمت شهر تبریز بود در منطقه ورزقان از استان آذربایجان شرقی دوچار سانهه هوایی شد و به همراه هفت نفر دیگه که توی این هلیکوپتر حضور داشتن متاسفانه جونشون رو از دست داد. تو این مراسم افتتاحیه که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف و تیم همراش هم حضور داشتن از سمت ایران هم علاوه بر هلیکوپتر رئیس جمهور و همراهان دو هلیکوپتر دیگه هم حضور داشتن که اون دو هلیکوپتر به سلامت به مقصد رسیدن ولی خب متاسفانه هلیکوپتر رئیس جمهور و همراهان که وزیر امور خارجه و امام جمعه تبریز هم توی اون حضور داشتن متاسفانه دچار حادثه شدن و همگی هشت سرنشین بالگرد از دنیا رفت رئیس جمعیت هلال احمر در مورد طولانی شدن پروسه جستجو و پیدا کردن های کشته شدگان این حادثه هم گفت با توجه به شرایط سخت جوی و باران و برف و مه شدیدی که توی اون منطقه وجود داشت و همینطور صعب العبور بودن این منطقه به سختی تونستیم محل دقیق سقوط بالگرد رو پیدا بکنیم و بعد از جستجوی چندین ساعته در نهایت حوالی ساعت پنج صبح موفق شدیم محل رویت رو پیدا بکنیم و به کمک امدادگران پیکر کشته شده ها رو به منطقه امن انتقال دادیم سردار اسقر عباس خولیزاده فرمانده سپاه آشورا درباره این ماجرا اعلام کرد که پیکر رئیس جمهور برخلاف چیزی که توی خیلی از خبرگزاری ها منتشر شده اصلا دچار سوختگی نشده و به صورت کامل سالم هستش تعداد کل کشته شده گان و شهدای این حادثه تن هست توی این حادثه سه خلبان تیم پروازی شامل سرهنگ خلبان سید تاهر مصطفوی سرهنگ خلبان مصطفا دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی توی این حادثه متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن از مقامات سیاسی هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه حجت الاسلام والمسلمی المسلمی آل هاشم امام جمعه تبریز سردار سرتیپ دوم پاستار سید مهدی موسوی به عنوان بادیگارد و سرتیم حفاظت رئیسی و آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی حضور داشتن که متاسفانه هر هشت سرنشین این بالگرد از دنیا رفتن امیدواریم که روحشون در آرامش باشه بریم هم تصاویری از پیکر ابراهیم رئیسی و همراهان و انتقال اون به معراج شهدای تبریز ببینیم هم صحبت های رئیس حلال احمر در مورد آخرین وضعیت جستجو و پایان عملیات جستجو رو بشنویم در ادامه هم در مورد تعطیلی روزهای آینده و همینطور تعداد روز اعضای عمومی صحبت می‌کنیم خب سید علی خامنه ای رهبری ایران و بیت ایشون اطلاعیه ای رو در مورد تعداد روزهای اعضای عمومی و تعطیلی اعلام کردند. توی این بیانیه اعلام شده که پنج روز اعضای عمومی برای درگذشت رئیس جمهور و تیم همراه مشخص شده البته که هیئت دولت قراره که جلسه در ساعتی دیگه برگزار بکنن و در مورد جزئیات تعداد روز تعطیل ارگان های مختلف و اینکه شامل کدوم گروه ها و ارگان ها میشه صحبت بکنم ولی احتمال خیلی زیاد دو تا سه روز هم تعطیلی داریم آخرین باری که همچین حادثه اتفاق افتاد و تعطیلی و اعضای عمومی اعلام شدش اولی سال 95 بودش که با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی سه روز اعضای عمومی و یک روز تعطیلی رسمی اعلام شدش و کلیه ارگان های دولتی و خصوصی توی اون یک روز تعطیل بودن البته که پیکر پیکر آقای رفسنجانی چون در تهران بودش خیلی پروسه طولانی برای خاک سپاری ایشون نداشتیم ولی با توجه به اینکه کشته شده های حادثه بالگرد در حال حاضر دارن انتقال داده میشن به معراج شهدای تبریز احتمالا فردا خیلی بعید هستش که مراسم خاک سپاری باشه و احتمالا روز چهارشنبه یا پنج شنبه این مراسم برگزار میشه پس آخرین اطلاعیه‌ای که هیئت دولت در مورد اعضای عمومی و تعطیلات مربوط به خاک سپاری ابراهیم رئیسی و همراهانش مطرح کرده این بوده که پنج روز اعضای عمومی از فردا برگزار میشه و روزهای سه شنبه و پنج شنبه تعطیل رسمی نیستش فقط روز چهارشنبه شنبه تعطیل رسمی هستش که مردم بتونن در مراسم خاک سپاری حضور پیدا کنن. فردا قراره که پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش در تبریز تشی بشه و بعد از تبریز به مشهد بره و در نهایت هم روز چهارشنبه در تهران مراسم تشییش برگزار بشه و خاک سپاری انجام بگیره در حال حاضر تا تعیین رئیس شمپور آینده ایران محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی ادایت کشور رو به عنوان رئیس جمهور موقت بر عهده داره از طرف دیگه معاون سیاسی وزارت امور خارجه هم جانشین امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه ای ایران شده و امور مربوطه رو تا مشخص شدن رئیس جمهور بعدی و مشخص شدن هیئت دولت و وزیر امور خارجه ای جدید بر عهده داره امیدواریم که روح درگذشتگان در آرامش و رحمت باشه و خداوند به بازماندگان این افراد صبر عطا بکنه حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت تا بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید